فراخوان برای تظاهرات میلیونی. دفتر مطبوعاتی عبدالهادی خالق چنین می نویسد: فراخوان برای تظاهرات میلیونی بدلای همه مردمان آزاد منش و پرافتخار رسانده می شود که تظاهرات میلیونی بر ضد تقلب و تقلب کاران قرار است روز جمعه 13/98/98 در کابل صورت گیرد. با اشتراک پر رنگتان مشت محکم شوید بر دهان تقلب کاران. زمان مشخص و موقعیت تجمع بعدا بر شما پخش میگردد. با احترام، دفتر مطبوعاتی عبدالهادی خالق. فهیم فدرت در صفحه فیسبوکش چنین می نویسد: این مبارزه همانند رنسانس اروپایی ارزش دارد. برای پایان بخشیدن به فرهنگ کثیف تقلب نیاز به جهاد عمومی است و همه شهروندان رسالت دارند با یک صدا بر ضد تقلب و تقلب کاران بیستند. برای اینکه فرهنگ تقلب شکست بخورد، تقلب کاران مجازات و عدالت خدا تطبیق بشود، باید مبارزه کرد. اشرف غنی انتخابات را باخته است و اما برای انتقال مسالمت آمیز قدرت از راه دموکراتیک آماده نیست. او به دموکراسی اعتقاد ندارد، اراده ملت را ارزش نمی دهد و به عنوان یک دکتاتور بر شانه های مردم حکم روایی می کند. مردم مجاهد و مقاومتگر افغانستان نه به خاطر دکتر عبدالله، بل به خاطر دفاع از عدالت، شفافیت، جمهوریت، شکست تقلب و ختم دکتاتوری در کشور باید استادگی و مقاومت کنند. اگر بر ضد تقلب و استبداد اشرف غنی استادگی نکنیم، تاریخ قضاوت بد خواهد کرد. شکست تقلب تغییر تاریخ خواهد بود. این مبارزه همانند رنسانس اروپایی ارزش دارد. خان آقا رضایی نماینده مردم کابل در صفحه فیسبوکش چنین می نویسد: ما برای آزادی می رزمیم، زیرا زیستن در زیر چادر بردگی پسترین نوع زندگی است. برای حیات مادی همه چیز را می توان داشت، آب و نان و مسکن، ولی اگر آزادی ما برباد رفت، اگر غرور ملی ما در هم شکسته شد و اگر استقلال ما نابود گشت، در آن صورت این زندگی بر ما کوچکترین لذت نخواهد داشت. از سخنان قهرمان ملی مسعود شهید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما، چینل یوتیوب دیلی پرس را سابسکرایب کنید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما دوستان هستیم. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.